سلام اینجا خودکست یه خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته سلام مهمون بال ما محیادم هنوز با ماست سلام و فرزادم پشت دم و دستگاه و این بند و که اینجا بر خودم رو کردیم نشسته سلام جورم براتون بگه که ما هفته پیش که شنبه در مورد حالا مهاجرت و مهاجرت تحصیلی با محیط صحبت کردیم ولی خب مجبور شدیم یه فشارهایی بود که بعد سری میرفتیم بچه ها به جای مختلف ما میرسیدن و, می <applause> و اینکه الان برگشتیم که ادامه اون صحبتمون رو بریم در مورد مهاجرت صحبت بکنیم و ماجرت تحصیلی و اینکه در آخر هم سوالایی که از ما پرسیده بودن رو حالا یه سریشو به عنوان گلچین در واقع جواب میدیم و از مهیاد میپرسیم که ببینه نظرش چیه من میگم که میخواد با این تابلویی که شما درست کردی دوباره شروع بکنیم و ببینیم که یه توضیح کوچیکی بدی حتما که به قول معروف که رفرشی هم بشه خودش بگیره روش توضیح بده من گرفتم دیگه خب نمیتونی تو بگیره نمیم. اون روش توضیح بده که من نزدیک تر بگیرم الان فکر کنم بهتر من باید هم سعی کنم دهنم با این میکروفون بچسبه هم بتونم اونو ببینم بیا من این آره دیگه خب آره آقا ما بحث هفته گذشته اون بودش که چجوری جوری بیایم تصمیم بگیریم بریم کالج بریم فاند یونیورسیتی اصلا این چیزها رو داشتیم بحث میکنیم این فلوچارت شاید کار رو راحت تر بکنه آه اولیش اینه که شما میان اول نگاه میکنین ببینین آقا 50000 دلار پول دارین یا ندارین حالا این 50000 دلار من دورش خط کشیدم روی این فلو چارت به علت اینکه گفتم بستگی دارین این چیز سفت و سختی نیست بستگی داری که کدوم شهر باشین کدوم دانشگاه باشین نه ولی حدود این عدده مثلا 40000 دلار 30000 دلار 50000 دلار یه همچیحانا. اینو برای چقدر چه مدت زمان واسه سالی هر یک سالی. سال با. که هم اولین چیزی که اول از خودتون بپرسین اگر دارین Uh, میاین از خودتون پرسین خب من هدف من از یعنی مثلا دوره مسترتون اگه دو ساله شما باید 80 تا 100 هزار تا داشته 80 تا 100 هزار داشت تا داشته باشید دقیقا دقیقا بعد میاین از خودتون پرسین که هدف من از این تحصیل چیه هدف من از تحصیل یا میتونه فقط مهاجرت باشه یا میتونه این راشی که آقا نه من واقعا به اکادمیا و به محیط دانشگاه علاقه می‌خوام استاد دانشگاه شم بعدن یا مثلا میخوام یه ریسرچری بشم این uh اگر که میخواین ریسرچر بشین باید برین سمت اون دانشگاهی که فاند میدن چون معمولا رنگ بالاتری هستن برای اینکه شما توی اونجا ریسرچ انجام بدین که بعدا تبدیل به استاد یا یه ریسرچر بشین نیاز دارین ریسرچ انجام بدین اگر که فقط میخواین مهاجرت بکنین و پولم دارین خب میان میرین مستقیم یه کالج دوره دو ساله سریع یه مدرک میگیرین هم پذیرشش راحت تره همین که زودتر تموم میشه با. این قضیه کالج ایمان جان چیزی مخواهی بگی نه 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 من آه. فقط دارم یه نگاهی به شما که منم هم هستم آره. <laughs> خب بعد من حالا همین این سمت بچه هایی که پنج هزار دلار دارن رو ادامه میدم بعدم میرم سراغ افرادی که پنج هزار دلار ندارن بعد آها اینجا یه توضیحی من بدم اینو توضیح دادیم دفعه قبل که این کالج ها دو دسته میشن خودشون بعضی هاشون مدرکشون قابل تایید سازمان مهاجرتی کانادا هست که اینا در واقع پست گریجویشن ورک پرمیت هست مدرکشون بعضی هاشون نیستن اونایی که نیستن رو اصلا نرین سمتش به اینکه دو سالتون رو میذارین پولتون هم میدین بعدم نمیتونن از مدرکش استفاده کنی واسه مهاجرت برای ویزا هم تاثیر داره خود کالج درسته برای ویزا هم تاثیر داره بالاخره هر چی شما پرستیژ دانشگاه یا کالجی که میخواین برین توش بیشتر باشه شانس پذیرشتون بیشت... شانس گرفتن ویزاتون هم بیشتر میشه من یه چیزی خیلی گنگ تو ذهنم از اون موقع که من اپلای بودم پذیرش گرفته بودم و حالا برای ویزا چک میکنم یادم یه دسته بود ظاهرا یه دسته یک دو ای بود که دانشگاه رو حالا بر اساس همون پرستیجی که شما گفتی توی این دسته سگانه <applause> گذاشته بودم مثلا دسته یک رو میگفتن حالا مثل دانشگاه معروف یو بی سی نم. تورنتو و اینا ویزا گرفتن راحت تره بعد میشه دو مثلا سه دیگه خیلی سخت میشد برای ما ایرانیا که بخوایم <applause> اگه پذیرش از اون دانشگاه یا کالج داشته باشی و بخوای ویزا بگیری درست من ندیدم اون دست بندی توی وزارت علوم خودمون بوده یا نه نه سا... سایت کانادایی بود آها اون من هیچ وقت ن... یادم آه، آه، گفتم ندیدم. ولی حواست باشه یعنی پذیرش هم از هر دانشگاه لزوما منجر به ویزا نمیشه دقیقا، دقیقا. و بعد باید بیاین سراغ نمره زبان برای کالج ها من اینجا یه عدد آیلتس 6 نوشتم اینجا معمولش اینه حالا هستن کالج هایی که آیلتس 5 5 و نیم اینا باشن ولی اینم دور بر همین دورش رو خط کشتم که این یه چیز دوره سفت و سخت نیست بستگی به هر دانشگاه و کالجی داره اگر که این آیلتس 6 رو دارین که دارین که اینجا میایم پایین نوشتم که یو هاف چانس یعنی اگر ندارین شانس ندارین ا? میدونین چرا ندارین به علت اینکه دوره بحث شد اگر که هستن کالج هایی که دوره زبان رو اینجا خودشون برگزار میکنن شانس ویزاتون خیلی کم میشه واسه همین بهتره که همون ایران این نمره رو بگیرین بعد اقدام بکنین حالا میریم سراغ اون دسته از دوستانی که این 5000 دلار ندارن این دسته از دوستان باید افرادی هستن که باید برن سمت فاندد یونیورسیتی ها یعنی دانشگاه هایی که فاند میدن توش برای ریسرچ اسیستنت و اینجور چیزا جالبی کار اینه که این دانشگاه ها باید چون حد اقل لیسانس داشته باشین و الا نمیتونین واسه دوره لیسانس فاند بگیرن اصلا دانشگاه کانادا واسه دوره لیسانس فول فاند نمیکنن کسی رو از انترنشنال سیدنت ها با. پس اگر که لیسانس نگرفتین پولم ندارین اول لیسانستون رو بگیرین در حین لیسانس مدرک زبانتون بگیرین سعی کنین لیسانس دانشگاه خوب بگیرین و معدل خوب که بتونین از این طریق اقدام کنین حالا اگر که لیسانس داری اینجا این بی اس ای سی که من نوشتم بچلر آف ساینس میتونه باشه بچلر انجینیرینگ میتونه باشه میان سراغ دوره زبان اینجا اگه دقت کنین همیشه ما به این زبانه میرسیم توی مرحله یکی مونده آخر آیلتس هفت نوشتم دور دور هفتش خط کشتم چون بعضی از دانشگاه هستن شیش و نیم هم اوکی هن ام. بعضی از دانشگاه هستن 6 هم ممکنه اوکی باشن ولی با توجه به رقابتی که الان وجود داره برای دانشگاه کانادا معمولا اونایی که هفت دارن خیلی دیده میشن و بعد اگر که شما این آیلتس حالا اون مینیمم ریکوایرمنت اون دانشگاه رو میت بکنین میاین پایین و اینجا دوباره نوشتم که شما شانس داری حالا این شانس داری معنیش نیستش که شما حتما قبول میشین بعد با. از اونجا به بعد نکست استپش اینه که باید یه دیتیل ریوی بشه یه چی میشه کارون ریویو با جزئیات بررسی بررسی دقیق, بررسی دقیق, بررسی دقیق و با جزئیات پروندهتون که حالا اونجا دیگه میاد میره از چه دانشگاهی اومدی از چه چه سی وی داری چه کلا چه رزومه ای داری این یه نفر اگر اینو اه بخواد اه برای اول کار بفهمه که خودش کجاست آقا اگر پول دارم مثلا اگر کسی پول نداره آیلتس هم نگرفته الان هیچ شانسی نداره باز زن بگیره دقیقا باز زن بگیره یا شوهر یکی از این دوتا رو میتونه اگر که اسکیلش رو داشته باشه انجام بده ولی کسی بخواد مهاجرت تحصیلی بکنه و آیلتس نداشته باشه اینجا دوباره میخوره به این بوم ها که بحثش کردیم در نتیجه این آیلتس آقا بگیرین تو ایران زبان آره، زبان حتما آره. جالب حالا ش... یه چیز امتحان آیلتس فقط تو ایران تا حال خیلی دار... جیدن گرون شد 3 میلیون تومان این خورده 300 آره دلار این چقدر چقدر خدافظ یه چیز جالب میخوام بگم حالا شاید به درد بچه‌ها بخوره برای اینکه صحبه. فکر نکنن فقط خودشونن که نمره زبان نداره من تو این چهار نفری که امکان سنجی رو اومدن پر کردن توی اپلیکال نتورک نگاه کردم 75 درصد امتحان زبان ندادن ام. توی 25 درصد مابقیشون تعداد زیادی نمرهشون زیر نصابه آره ماکسیموم نمره توی افرادی که داده بودن شیش و نیم بود یعنی یه سیمتوم شیش و نیم آیلس هستش که از شیش و نیم به هفت دیگه به راحتی نمیشه انگار رفت ولی بودن افرادی که هفت گرفته بودن هفت نیم گرفته بودن حالا راست یا دروغش من نمیدونم ولی فکر میکنم که توی اون تعداد دیگه به صورت هفت نیم خود کانادایی هم هفت و نیم نمیگیرن ما داشتیم ایرانی که نوه گرفته آره نه ولی آره خیلی کار سختیه نمیدونم چجوری هم میشه ولی بودن که گرفتن شما دیگه اونو فکرم میتونی بزنید آره بزنی. اون... شبی چی شده اینو نگرشتی بفرم که رفته بود سازمان ملل ها نقشه درگوز آبادو نشون میده پیدا کردیم ایران گم زده آره حالا یه چیزی ما تو پیدا کردیم که رفته بودیم فهمیدیم یادمون اون رفت بگیم راجب ریکامندیشن بود یه دونه از اون ریکوایرمنت های سختیه که موقع اپلای کردن اگر تو اون کتگوری باشید که فاند نیاز دارید در واقع ریسرچ بیست بخواید وارد کانادا بشید شما احتمالا تو بازی دو الا سه تا ریکامندیشن نیاز دارید درستن که حالا ریکامندیشن چیه؟ اون توصیه نامه که شما درستن. سه نفر از اساتیدی که با شما حالا به هر طریقی در ارتباط بودن برای شما به صورت محرمانه می و سابمیت میکنن به اپلیکیشن شما یا کسایی که براشون کار کردیم همه اینو میخواستم بگم همیشه سوال بود که کاری ریکام کاری پر کردن خوبه یا نه تا جایی که اون موقع حالا ما تحقیق کرده بودیم و فهمیده بودیم برای ریسرچ بیس اپلای کردن خیلی ریکام کاری مناسب نیست مگر اینکه اون کاری که شما کرده باشی کاملا مرتبط با فیلد ریسرچتون باشه یعنی مثلا شما رفتی تو صنعت یه کاری انجام دادی که خیلی مرتبط نیست خیلی به شما کمک نخواهد کرد توی پروسه اپلای حالا ترجیح اینه که شما سه تا ریکام دانشگاهی اکادمیک داشته باشی <applause> و من یادم این مرحله بود که خیلی ما رو اذیت میکرد که استادا نمیدونم چرا ولی حالا معهد خوب میدونه تا دکترا رفته یه وقتایی استادا قشنگ شروع میکنن دانشجوها رو اذیت کردن و انگار مثلا ارث باباشون رو ما خوردیم و دیگه تمام عقده های دوران جوانی رو شروع میکنن سر دانشجو خالی کردن هر استادی هم به یه نفی نه که همه یه سریا و این ریکامندیشن من یادم تو ایران این اون جایی بود که استاد شروع میکرد تو رو اذیت کردن به خاطر اینکه دانشگاه مثلا ددلاین دارن شما فرض کن یه مثلا سه تا درس رو با اون استاد داشتی با نمره تا پروژم باش برداشتی. طرف طرفم تو رو میشناسه میگی که آقا مثلا من از شما ریکامندیشن میخوام ددلاینش هم اینه میگه باشه لینک رو بفرست برای من شما اپلیکیشن رو که پر می‌کنی ایمیل استاد رو میزنی لینک رو میدن به استاد حالا باید بشینی دعا کنی که این استاد به موقع بره اینو ساب میت کنه که از ددلاین اپلیکیشن نگذره حالا اگه این کارو کرد ریکام خوبی بنویسه و من یادم اون موقع واقعا ما رو اذیت میکرد مثلا میگو باشه بیا فلان پروژه رو با من انجام بده من چیز میکنم بعد پروژه رو انجام میدادی تاش میگفت نه فلان چیزم بهش اضافه کن از این هم یکی از اون مواردیه که میتونه خیلی آنه. گیر من حالا جالبه این چیزی که میگی شریف بودی ایران دیگه هیچ وقت نگفته بودی نگفته بودی خب هم من چون این چیزی که گفتی بچه شریف خیلی واسه من تعریف میکنن که سر می این قضیه اذیت میشدن اتفاقا برای من زیاد کاری نداشت چون استاد ما راحت راحت بود باشون آره. برای ما یکی از سخت آره. بود حالا یا برای من راحت بود چون واقعا استاد مشکلی نداشتن باشون بعدم اینکه اینجوری بود که میگفتن برو بنویس بیار ما نگاه میکنیم بعد ببینیم چی میشه برو بنویس بیار <applause> آره خودشون یعنی پوینتش این بود که ولی خب من اصلا ما هم مینوشتی میرفتیم اونجا میخوام گفت نه این خطش مثلا خط بزن اونو زیادی نوشتی آه یعنی تو خودت مینوشتی ریکاردشن آره آره برای خودت برای, خودت <تص> برای ما سرگردنه بود آره یعنی استاد دقیقا اونجا میگفت آخ آخ الان وقتیه که من دهن این دانشجو رو باید <applause> سرویس کنم و واقعا هم سرویس میکردم اذیت میکردن اصلا یه بلاهایی سر ما و بقیه آوردن که من که اپلای کردم برای چیز برای مستر سه نفر بودن دو تاشون درسی بود یکیشون کاری بود که مشکلی هم نداشت اصلا فقط دو تا هم ازن خواسته بود من سه تا دادم نه ولی میگم من کاری دادم و مشکلی نداشت شما برای من آره, آره میگم ما... برای بیزنس اسکول خیلی مهمه که شما کاری تو آره. آره میگم اون واسه همین گفتم که کاریم میخوان برای من کاری بود و مشکلی هم نداشت آره. ببین همون دیگه بحث اینه که هر رشته یا هر حداقل فیلدی واسه خودش متفاوته آره کردم مثلا مهندسی ها و علوم پایه خیلی شبیه میتونن باشن حالا تفاوتش اینه که بیشتر توی علوم پایه دونه کمیته هستش که میشینن با هم دیگه کل اپلیکیشن ها رو ریویو میکنن از توش بهترین ها رو در میارن پذیرش میدن توی مهندسی استاد به استاد مثلا میشینه معمولش اینجوریه که مثلا استاد ها خودشون دانشوی خودشون رو انتخاب میکنن ولی مثلا بیزنس فکر کنم بیشتر شبیه علوم تیمی باشن که بشنن دوره هم دیگه اپلیکیشن ها ریویو فکر میکنم اینطوری آره واقعا حالا چیزی که با ما میگفتن اینه که تیمیه و میشینن یه گروهی هستن که اینا رو میشینن نگاه میکنن و دانشجوها رو از بینشون انتخاب میکنن اه. کارو میخوای بریم سوالا رو آره همون رفتی سر گوشید گفتم که میخواد بره سوالا رو بره. آره بریم یه ذره که مادن رو بپرسیم گفتن که بخوایم از اول شروع کنیم به جمع کردن رزومه چیکار کنیم مراحلش رو با دیتیل بگید لطفا که ویدیوش ویدیوش هست لینکش رو میذاریم باید رزومه بله اوکی یه سری سوالی که جوابش احتمالا خیلی سخته مهندسی مواد اوضاعش چطور اونور بازار کار و جذب و پذیرش بس سگی داره کدوم مواد و سآل. <applause> آینده مردمه واقعا ام ایمان الان ببین مهندسی مواد من نخوندم که خودم که کارم هم که نیستش چرا بیام علکی بگم آقا خوبه یا علکی بگم بده بعد هم که اصلا مهم نیست شما باید پاشی بیای بیرون بعد یه درسی میخونی حتما هم الزامن تو اون درسی که خوندی کار نمیکنی مثلا من شخصا خودم الان دارم کار میکنم کار من کوالیتی کنترل توی پروژه های عمرانیه فیزیک هم خوندم حالا فیزیک بله به من دیتا انالیز و اینا چیزا رو یاد داده ولی کار من الزامن بیشتر شاید ربط مهندسی عمران درست تا به چیز بر همین به نظر من آدم باید فلکسیبل باشه اولا اینکه بیاد حالا درسش رو بخونه مدرکشو رو بگیره بعدم کاری که فکر میکنه اون اسکیلای که توی این مدت زمانی که زندگی کرده رو به دست ورده حالا چه توی دانشگاه چه بیرون دانشگاه از اون بیاد استفاده کنه ببین کجا میتونه بهترین ولیو رو ببره درست این نظر من بعد دوباره سال سخت اکثر بچه حقوق کجا میرن دانشگاه توی کورت کورت میرن با. این ما کجا میرن منظورشون دانشگاهی بود کام... ات... کشور فکر کنم منظورشونه نمیدونم آره اینا که من مانه... بعد چقدر سرمایه لازمه فاند برا... نداره اینو جواب دادی چقدر سرمایه لازمه برای مهاجرت و چه نوع شغلهایی رو بورس در کشورهای جهان اول شغلش فکر میکنم که بچه های کامپیوتر الان وضع وضعشون خوب باشه سافر دیولوپ میکنن آره کامپیوتر فکر Construction الان خوبه مهندسی عمران کارای یدی هم همشون خوبن آره ولی خب برای کسایی که بخوان تحصیل بخوان بکنن مثلا مهندسی عمران و مهندس کامپیوتر علوم کامپیوتر اینجور چیزا خوبن من شخصا فکر میکنم که به زودی سایکولوژی و نوروساینس و اینجور چیزا خیلی مثل کامپیوتر ساینس الان بشه یعنی 10 سال دیگه 20 سال دیگه حالا نمیدونم یعنی اینطور مردم دارن ام. به سمت همه چیز داره اتوماتد میشه دیگه هم حتی ماشین لرنینگ که بیاد پس فردا احتمالی کامپیوتر مینوسن که خودش برنامه نویسی هم میکنه دیگه دیگه اون روز که میدونید خیلی روز خطرناکه خیلی روز خطرناکه اگه اون. برسه روز عزاست رو اون روز آه، سال پرسن چه جوری ایمیل خیلی تاثیرگذار بنویسیم برای اساتید که شما گفتی با این روند جدید خیلی امیدوار به جواب گرفتن از ایمیل نباشی توی با... کانادا توی آمریکا جواب میگیرن مچا ولی آه. توی کانادا استادا انقدر دارن ایمیل میگیرن الان و من یه چیزی بگم در این مورد آه. شما حالا دی... یکی از برنامه های لایو اپلای پل نتورک بود که مح... محیا داشت صحبت میکرد میگفتش که شما باید بریم ببینید که واقعا اون استاده در واقع یه ایمیل رو نمیتونی بنویسی به چهار تا استاد مختلف بدی و بری این رو واقعا ام... به صورت خیلی اختصاصی برای اون معلقه بنویسی بری مثلا بگی من این پیپرهای شما رو خوندم مثلا کارهایی که کردم به این کارهایی که شما کردی اینقدر نزدیکه و باید هر کدوم رو یه جورایی ربط بدی به اون استاده و حالا باید ببینی که واقعا اون استاده چی میخواد که بهش ارائه بدی دیگه ایمان جالب این مطلبی که گفتی من شخصا خودم این کار نکردم یعنی که وقت نمی کنی واقعا ددلاین نزدیک میشه بعد شما مثلا شروع میکنی 10 تا 20 استاد اول رو این کار کردن با. بعد میبینی جوابی نگرفتید ددلاین هم داره میاد یه دفعه شروع میکنی مسی ایمیل فرستادن و باز دور جواب آره و باز دور جوابی نمیگیری از این با. واسه همین دارم این چیزی که شما گفتیم به من بله چیزیه که من از استادها پرسی. شنیدم پرسیدم گفتم که خب چه ایمیل مثلا باید بگیرید اولا اینکه خیلی از بچه ها حتی مثلا بالاش میرسن دیر سر میفرستن باسه استاد خانم اون هم اونجا در جای اینو دیلیت میکن یعنی حتی این به خودش این زحمت هم نداده که بخواد اسم این استاد مثلا بذاره اونجا بعد اینکه بهترین حالت ایمیل اینه که با توجه به تحقیقاتی من کردم حالا کسی وقتش شده داره واقعا واسه همین کارا بکنه اینکه بیاد یه, تو... یه پاراگراف اول توضیح میده که آقا من فلانی اصلا از فلان دانشگاه دارم میام اینم معدلمه اه میخوام اه این مثلا دوره رو تمام کردم میخوام توی دوره فلان ادامه تحصیل بدم بعد پاراگراف دوم میره میگه که من وبسایت شما رو خوندم میدونم دارین روی این زمینه ها کار میکنین که نشون بده I did something من یک کاری رو انجام دادم که یه در واقع هم انجام دادم حتی اگه بشه مثلا پیپرهایی که طرف داده رو بری بخونی حدودش دستت بیاد آره ولی خب دیگه واقعا نمیشه آره. وقت نمیشه ولی همه اینی که حداقل بگن من میدونم تو داری تو چی کار میکنی و این چیز... چیه <تصفح> مردی و زنی هم <تصفح> من بدونم <تصفح> آره. و بهشون بگن که من خوندم و به این دلیل به این ریسرچ شما علاقه من قبلا مثلا این کاری کردم یا این پیپر رو خوندم در این زمینه علاقه من شدم حداقل نشون بدی که تو میدونی طرف داره چی کار میکنه و همین این حس بهتری میده به اون استاد نسبت به افرادی که همینجوری یه ایمیل رو به همه دارن میفرست البته من یه ایمیل خودم توی مثلا چیزام گفتم اگر رسیدن به جایی که دیدن جواب نمیگیرن و وقت نکردن اینا من یه ایمیلی تمپلیتی هم توی کانال گذاشتم که این خیلی ویگه یعنی میتونن به همه بفرستنش توش نگفتم که آقا من عاشق اینم که با شما کار بکنم از این هم. من گفتم گفتم من فلانی هستم میخوام برای مثلا پی بیام فلان رشته بکنم آیا شما اصلا پوزیشن دارین یا نه که ما ادامه بدیم کار با هم دیگه یه همچین حالتی اوکی okay. دیگه چی سوال بعدی اگه توریستی کسی بیاد کانادا میتونه به ویزاشو به دانشجویی تبدیل کنه ای این, خیلی سوال جالبیه ویزا اصلا تبدیل نمیشه یعنی ویزای توریستی ویزای توریستیه ویزای تحصیلی ویزای تحصیلی استادی پرمیت یه چیز دیگه است <coughs> پوینتش چی اصلا شما اولا که وقتی که میخواین تحصیلی بیاین باید از چیزی که من 100 درصد نمیدونم چون خودم انجام ندادم ولی باید حتما با وارد مرز کانادا بشین حالا حتی اگر هم اینجا هستین و یه دانشجو حالا میاد اینجا توریستی بعد اقدام میکنه واسه یه تحصیل و پذیرش باید بره بیرون دوباره بیاد تو و دوباره توی اون فرودگاه حالا یا تو مرزی که هستش اون استادی پرمیسش ایشو بشه استادی پرمیت چیه و ویزا چیه ویزا مثل چون اینجوری در نظر میخواین وارد یه خونه بشین ویزا مثل کلیدیه که در خونه رو واز میکنه شما بیاین دم دم بعد استادی پرمیت اینه که آیا شما چقدر میتونین توی اون توی اون خونه بمونین یعنی دوتا تا مقوله متفاوتن اینا یعنی استودنت ویزا چیزیه که به شما اجازه میده هی وارد کشور کانادا بشین استادی پرمیت چیزیه که به شما اجازه میده توی کانادا بمونید و درس بخونید درس زمانشون معمولا یکیه دیگه بح... آره دیگه آره اعتبار براتون بخونم سوال که ولی دیده شده که ویزا رو زودتر میدن تموم میشه مثلا یک ساله ویزا میدن ولی استاد پرمیت این دیده. جدیده قدیم همش هم آره مال من همش یک یک ولی من دیدم افرادی که اینجوری یه سالی گفتم پول زیاد ندارم مخصوصا با این وضع قیمت دلار چجوری تحصیلی چجوری حالا از طریق تحصیلی بخوان کارشناسی بخونن خارج از کشور که شما توضیح... کارشناسی توی کانادا نمیتونن اگه پول ندارن بخونن او کارشناسی ها که توضیح دادید نمیشه دیگه درست یعنی دکتر میشه بچلر کارشناسی بچلر. بعد سال عجیبیه گفتن که چل سالشون همسرشون پنجاه سال با یه پسر سه و نیم ساله زبانشون هم خیلی عالی نیست آیا امتیازمون خیلی پایین میشه که ما اصلا راجع به این صحبت نکردیم میگه ما تحصیلی فقط صحبت کردیم اگر هم دارن در مورد اکسپرس, 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 اکسپرس بله امتیازشون پایین میشه می پس امتیازمون زبان امتیازمون. خیلی فکر کنم فاکتور مهم زبان سن محل تحصیل یعنی کشوری که توش تحصیل کردین محل کار مدت زمان یعنی لول تحصیلیتون و مدت زمان کاری که انجام میدین اینا همش تاثیر میذاره که خب سن مثلا وقتی زیاد میشه از مثلا از 20 بیستو... ببخشید من یادم نمیاد از 20 بیستو... 5 سال که دیگه میگذره امتیازش خیلی میاد, میاد پایین‌تر و خب 40 50 سالی واقعا خیلی پایین دو میشه. تا سوالی که تا حالا من خلاصه‌شو میگم مربوط به خدمت سربازیه که چه جوری میشه شما اگه پذیرش بگیرید از وزارت علوم میتونید معافیت تحصیلی بگیرید و از کشور خارج درست، درسته ها. این هم گفتیم بعد اه... یه سوال من بر تا کارون داره آره شما سوال بپرسید من, من مثلا تو حالا ویزای توریستی اینا من چیزی که شنیدم دولتی که الان کانادا هست خیلی راحت تر دارن مثلا ویزا میدن یا حداقل اینطوری حس میشه این رو مثلا ویزای چیزی اینا تاثیری داره مثلا چه دولتی سر کار باشه اینا یا نه آره دولت ها هم جالبه چیز هستن ولی همین دولت تغییر رویه داده اخیرا یعنی اوایل دولت خیلی خوب میگرفتن ویزا میگرفتن ایرانیا ولی به دلایل شرایطی که میبینن ببین چیز اصلا بزنین چرا اینا ویزا نمیدن پوینت اینه که میان نگاه میکنن به مردم به اون افرادی که از اون کشور اومدن توی کشورشون به هر دلیلی و اینا ویزای گرفتن اومدن اینجا واقعا اون کار رو انجام دادن یا نه ام. مثلا من محیاد گفتم آقا من خواهم درس بکنم اومدم اینجا درس خوندم یا اومدم اینجا سه روز بعد تقاضای پناهندگی کردم اینا میشنن حساب کتاب میکنن روی تعداد مهاجرینی که میان اونجا مثلا اینا میدونن که آقا ما این تعداد نفر مهاجر پناهنده میخوایم بگیریم این تعداد نفر دانشجویی میگیریم که پول میاره توی کشورمون این تعداد نفر هم دانشجوی میگیریم که کشورمون قرار پول هزینهشون بکنه و بعد وقتی که اینا اگه بیان همه همون کاری که گفتن رو انجام بدن با همین رویه میرن, جلو, ولی وقتی میبینن که تعداد افرادی که میزنن زیر قولشون از یه کشوری زیاد میشه چون پناهنده شدن کاست داره واسه یه کشوری مثلا کانادا باید پناهنده ها رو ازشون حالا مخصوصا سال اول نگهداری بکنه اگر که قبولشون میکنه و کلا حساب کتاب اینا رو میرزه به هم و اخیرا به دلایل اینکه خب میدونیم تعداد خیلی زیادی از مردم اومدن از ایران بیرون و خب خیلی هاشون هم تقاضای پناهندگی کردن و همین باعث شده که اینا حساس بشن روی ایران م. و این ربط به دولت به چیز یعنی رب داره اون بعضی از دل... دولت ها از اولش سرسختانه برخورد میکنن بعضی دولت ها آسون میگیرن اگر چیزی اتفاق افتاد سرسخت میشن ولی این اتفاق افتاد متاسفانه برای با به جنتیک میدونید چجوری اوضاع پذیرشش اینجا؟ نه کنکور ایرانو قبول دارن اینجا؟ مثلا با رتبه کنکور اینجا بشه پذیرش گرفت؟ نه چیزی نیستش مثلا من رتبه هم مثلا بلند شده حالا یعنی ایران کنکور بدن بیان اینجا درس بخونن آره کنکور مثلا داده باشن ایران دانشگاه نرم بیان اینجا توی خوب م, میتونن بیان ولی هیچ ربطی به کنکورشون آره. نداره دنبان. یه سال خیلی خوب پرسیدن گفتن که من همین دیروز یه دفعه قصد مهاجرت کردم میشه راهنمایی کنین که چجوری بیام کانادا <laughs> آره سال جلویه برو نه خب این سال به شوخی نوشته شده احتمالا ولی دادم شوخ طبی بوده. آره ولی ویدیوهاش هست ویدیوهاش هستش بعد این هم احتمالا ما جوابش بلد نیستی ولی برای مهاجرت خود اشتغالی هنرمندان ونکوور بهتر یا بزن توضیح بدم اون سوال قبلی ما خودم نوشته بودم بچه ها از این ولی خب حالا گفتم دیگه گذاشتین بنویسیم ما هم دیگه فکر نمی هم بخونی کارم چرا؟ نمیدونم حس کردم که مثلا من تعهد دارم همه چی بخونم جدی بله <تصفح> راجع خود اشتغالی هنرمند ها میدونید تورنتو بهتر یا ونکوور آقا این خوش خود اشتغالی هنرمند ها و وردشکار این چیز اولا که باید طرف در لول جهانی باشه م. تا بتونه شد بعد هم اصلا تعداد افرادی که کانادا از این طریق ها میگیره انقدر محدوده م. که نرین دنبالش تحصیلی همچنان بهتره. این هم که یه سال هست که جوابش تو گوگل من میخونم سال رو آشنا بشیم گفتن تو استان بریتیش کلمبیا کدوم دانشگاه رشته ریموت سنسینگ داره برای ارشد که گوگل کنید بریتیش کلمبیا چند تا دانشگاه معروف داره اونجا میگن که کدومشون این رشته رو داره اگه داشته باشن ریموت و... سنسینگ یه فیلد آف ریسرچ یه چیزی دیگه اکی. ربط داره به جغرافی به نظرت نمیدونم چی. ریموت سنسینگ نقشه نمیدونم برای جنگلوانیه جنگ بعد یه چیز دیگه شو. ای هم که من میخوام بگم اینه که ریموت سنسینگ برای جنگلوانیه پس همچنین زیاد هم پرت نگفتم نه نه <applause> ببین جیوگرافی جی آی ایس و اینجور چیزا خب خدا رو اینم این هم خب دستی شما آم میگفتم که بله راحت دیگه من این آلرژی فصلی داغونم کرده چای هم از سایگی میخواید چایی بخوری نه میگنی دوره از هم نه با شوخی میکنم میخورم حالا بعد از زم یه چیزی ما باید سعی کنیم انجام بدیم توی کالچرمون بیشتر این اتفاق بیفته اونم اینه که سعی چیزی که نمیدونیم و بگیم نمیدونیم آره اگر که من من خودم همیشه وقتی یه چیزی رو نمیدونم میگم نمیدونم و یا اگر که دارم با شک میگم میگم آقا من اینو شنیدم مطمئن نیستم صد درصد نمیدونم ولی خب آره. این چیزیه که من شنیدم, شنیدم. گفتن که دانشجوی کارشناسی هستن تو دانشگاه تهران برای ارشد میشه فان گرفت و اینکه شرایط فاند چه جوریه که فکر کنم توضیح دادیم دیگه آره توضیح دادیم بعد. بعد دوست داشتن میتونن از این کارا یه ویدیو هارو هارو استفاده کن. سوال سخت بعدی اینه که درسته که میگن شرکت‌های دولتی کانادا روی استارتاپ ها سرمایه گذاری میکنن و شرایط مهاجرت کاری رو فراهم میکنن که این اصلا دو تا سوال جدا این که شرکت های دولتی کانادا روی استارتاپ سرمایه گذاری میکنن روی استارتاپ ها خیلی آدم ها سرمایه گذاری میکنن میتونه طرف شخصی باشه میتونه شرکت باشه اون بحث جداست ولی اینکه شرایط مهاجرت کاری رو فراهم میکنن هم که ما توضیح یعنی. دادن که شما باید یه چیزی بگیرید به اسم LMIA یعنی اون کمپانی که مثلا میخواد به شما پز... در واقع آفر بده باید به کانادا نشون بده که اون مهارتی که شما دارید رو هیچ کس دیگه ای نداشت تو کانادا ما مجبور شدیم یکی رو از خارج بیاریم که خیلی حالت سختی میشه در واقع, در واقع اینو گذاشتن اونجا که برای افرادی که خودشون اومدن کانادا دارن زندگی میکنن یعنی پیار کانادا هستن یا سیزن کانادا هستن اول اونا رو اولویت بدن براد. برای جذب شدن بازار کار درست آها سوال خوبی پرسیدن دلست. که مشکلات روحی و روانی که آدم ممکنه رو به رو بشه تو مهاجرت رو یه ذره بهش اشاره آها از اه... من از <laughs> <مرضی. laughs> ما فکرم خود اونم در این مورد یه ملو رفتیم چند تا اپیزود ولی خب خیلی شخصی بوده بله ابتدایی که رفتیم شما دیگه بگو ببینم از پس شنبه هم یه ذره اشاره شد به این قضیه آره بفرمایید خیلی سخته خدایش حالا من بگم که اصلا یه خورده از دوست نمیدونم چقدر وقت دارین وقت داریم ما که وقت شما بریم آره کوچالو کنیم آره ببین برای من خیلی اولا که برای همه سخته به این علت که شما باید باید همونجور که گفتیم به غذای جدید به مدل زندگی جدید به همین عادت بکنیم اولا مهاجرت میدونستین چهار تا مرحله داره اینو فکر کنم خودتون صحبت کرده بودیم فرهاد بکنم آره. <تصفح> <تصفح> این چهار مرحله مهاجرت خیلی دقیقا واسه من اتفاق افتاد اولین مرحلهش مرحله ماه اصل قضیه است که شما میاید و مثلا چه باحال و مثلا همه طبیعت و فروشگاه و فروشگاه چه با انگلیسی نوشته رو. روی مثلا تابلو هاشون اینا خب اینا هستش تمیزی ساهل اینا همه هم این <تصفح> اینا زود گذره یعنی خودتون تقریبا فکر کنم نمیدونم در حدود یکی دو ماه اول دیگه تموم میشه بس عادت اون تو <تصفح> ما داریم یکی 13 سال اون توه. آره. بعد بعد از اون میاد شما کم کم نوتیس میکنید متوجه میشی که یک سری رفتارهای مردم اونجا عجیب غریب و با بعد حس میکنی که بده چرا مثلا اینجوری مثلا واسه من یکیش این بود که چرا اینا سلام نمیکنن هر روز به هم من نشستم دست, دست نمیدن, دست نمیدن. نشستم بودم من توی آفیس بعد اون یکی میومد حالا پشت به در واقع پشتمون به هم بود کامپیوترامون در واقع یه جوری صندلی نش... بود که این پشتمون ولی ما معمولا اگه وارد آفیسی بشیم سلام میکنیم سلام دست میگیم آره آقا سلام ما چه بود تا فردا ولی اینجا حتی حتی طرف نمی من من دارم کار میکنم با کامپیوتر حتی ده... سلام هم نمیکرد آه... میشه سر آه... میز خودش و کارش شروع میکرد من برمیگشتم سلام میکردم اینا بعد می سلام میکرد و اینا تمام شد یا من میومدم توی آزمایشگاه یه نفر داشت کاری میکرد من سلام میکردم یارو سه متر میپرید رو هوا <applause> نمیدونم نه <نهان>. چرا مثلا فکر کنم که <تصفيق> <تصفيق> بعد این خیلی عجیب بود واسه من و خب میگفتم اینا بعد شروع میکنه آدم داستان پردازی کنه، اینا تعبیر میکنه که نکنه اینا مثلا میخوان من من منو آره با من مشکل دارن نکنه اینا میخوان منو تحویل نگیرن اینا یا هزار هزار مدل از این رفتارهای دیگه بعد این باعث میشه که کم 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 آدم ناراحت بشه از این وضعیت و بره سمت گوشگیری آره گوشگیری آره مرحله سوم آره دیگه واقعا گوشگیری میشه دپرس میشه یعنی اون مرحله که آدم من یه نقطه اشتباه کردم اسمش گذاشتم کنم اگه زبط نبود از الفاظ آره شما آره دقیقا آره دقیقا من مش میگم نقطه غلط کردم حالا یعنی واقعا من رسیدم به اون نقطه ای که گفتم آقا غلط کردم واسه چی من اومدم مثلا اینجا واقعا فشارهای زیادی رو آدم باید تحمل بکنه و هزار تا استرس داری اینی که میدونی آقا باید بیا اینجا این سن تموم بشه برات خیلی مهمه که استادت آیا راضی هست ازت یا نه بعد مثلا استاد مثلا میبینی که اصلا جواب ایمیل خودتو نداد مثلا بعد اینو میری تفسیر میکنی که نه پس من خوب کار نکردم که جواب استاد مثلا استادم جواب نداد دوره میری میشینی کار میکنی دوره مثلا ایمیل میزنی میبینی جواب کوتاهی همینجوری سر بالا داد اینا و بعد حالا در این فقط کیس من بود شخصا یه سری دیگه از اون طرف استادشون بمبارانشون میکنه با ایمیل اینا حس میکنن که این میخواد داره از من بیگاری میکشه یا حالا هر چیز دیگه این اینا باعث میشه که آدم هی داون بشه داون بشه و دپرس بشه بعد تا جایی که این مرحله دپرسیت رو میای بعدش میگی آقا اوکی جهنم و ضرر همینی که هست من بیام مثل اینا رفتار کنیم این به من سلام نمیکنه منم دیگه بهش سلام نمیکنه مثلا مثلا انتقام بگیری مثلا بعد یا استاده به من ایمیل نمیزنه من هم بهش ایمیل نمیزنم من این اتفاق بازم افتاد که گفتم بذار من اینقدر به این استادم ایمیل نمیزنه چون استاد من خیلی شلوغ بود هده دپارتمان بود بعد من ازش توقع داشتم بیاد بشینه هر هفته با من بشینه مثلا ریسرچ منو نگاه بکنه بگه این کارو بکنیم اون کارو بکنیم نه آره نکرد کلا من دو سال ندیدم بنده <تصفح> خدا بعد سال دو سال نه از دو سال مستر تقریبا دو او. سال و نیم مستر دو سال ندیدمش من نیم سال آره دقیقا. نیم ساله بعد گفتم من اینقدر به ایمیل نمیزنم بعد یه, یک ماهی هم پاشنم رفتم اروپا <applause> گفتم من میرم <applause> <applause> میگردم برگردم بگه من به تو پول میدم پس تو چرا هیچ کاری نمی کنی که من بهش بگم که خب من که این کار میکردم مثلا اینا هم تو ذهن خودم آدم داره مثلا آره برای خودش جواب هم گذاشته بعد رفتم برگشتم دیدم اصلا هیچی فرق نکرد استاد اصلا, اصلا کاری نداشت من دارم کار میکنم نمیکنم بعد این باز دوباره اصلا من خورد کرد بیشتر خب این باعث میشه که میرسی به یه جایی که شروع کنی پرسیدن که آقا شما چرا سلام نمیکنی شما چرا مثلا ایمیل نمیدی آقای فلانی مثلا چرا شما وقتی مثلا اینجوری این اینجوری رفتار میکنی و بعد از این چیزا نو... یاد میگیری که اینا مثلا استادتون نمیخواسته به تو بی احترام کنه یا نمیخواسته تو رو مثلا بیشتر میخواست دستت آره. آزاد بذاره که زیاد به اینه. یکی دیگهش هم اینه که طرف بعد وقت سر خود شلوغ بود اومد به من یعنی من آخرهای مثلا دوره مثلا بعد از که تموم شد اومد خودش به من گفت من یاد ببخشید من توی این مدت انقدر سرم شلو بود که نتونستم سوپروایزر خوبی واسه تو باشم واسه اینی که به من گفت من اصلا گفتم یخی بود که ریختم اصلا نه گفتم من چقدر الکی استرس داشتم اون موقع ها و بهتر بود که ام... تو ذهن پلی شد دقیقاً چقدر تو... استرس داری تو آروم باش <تصفح> <تصفح> خیال دنیا قانوناش باش آره <تصفح> <تصفح> بعد ا... این وقتی که شما شروع میکنین با کامیکیشن از اینا پرسیدن که شما چرا سلام نمیکنیم بعد میفهمی که طرف به تو میگه که ما وقتی که یه نفر چشوشش نشیم برای اینکه حواسش رو پرت نکنیم ما ازش مثلا یه دفعه علکی سلام نمی یا مثلا اینجور چیزا چون میفهمیم با بی احترام نمی خواسته بکنه بند خدا این روش دقیقا داشته باشه بعد تو می یه مثلا دو سال من دارم چیکار میکنم با این چی میگم می یه کافی شاپ اینجا تیم توی حالا که ما زنگی میکنیم تیم و اینکه خب یه کافشاپ کاردای یه بعضی از شوباش هم هست که 24 ساعته بازه و مثلا بچه‌ها میرفتن اونجا می‌شستن حکم بازی میکردن و اینا بعد دیگه عادت شده بود در و بچه‌ها با می‌کردن سلام خارجی و اینا نشستن چی دارن دیگه اینو من یاد این افتادم که بچه‌ها می‌رفتن خلاص چیزی که هستش نگه ما باید بفهمیم که تفاوت فرق یعنی واقعا یه دو سالی طول میکشه آدم به این درجه برسی که آقا یک سری چیزها توی فرهنگی خوبه همون چیزها توی فرهنگ دیگه میتونه اصلا بد باشه درست خیلی اینو مثلا من با فرهنگ آسیایی ها تجربه کردم مثلا یه چیزی یه کارای من, یه هم وقتی دانشجوی فوق لیسانس بودم چهار نفر با هم توی خونه داشتیم زندگی میکردیم که خوابگاه دانشگاه بود البته یکی از این چهار نفر یه دوست آسیایی بود این مدل رفتاریش دقیقا چیزایی بود که به ما گفته بودن شما نه انجام ندید مامانم من این چرا اینجوری میکنه این چرا مثلا وقتی س... مثلا غذا میخوره صدا میده, صدا میده. مثلا ملچ ملچ مثلا میکرد اینجوری مثلا غذا <تصفح> میخوره بعد من فکر کردم که آدم خیلی بی ادبیه بعد گذشت تا <تصفح> یه جایی جا فهمیدم که این بهش گفتن آقا اگر تو میخوای که مثلا به اون آشپز کامپلیمنت بدی یا مثلا بهش بگی مرسی آره تعریف بکنی دمت گم که عجب غذای خوبی پختی باید دهنت صدا بده اینجوری و بعد فهمیدم که بابا این بنده خود آدم بدی نیست آقا آخه این چه جور <Three PSAKI> یه دقیقه آدم میگه دست درد نکنه دیگه و بعد شما یه پاشی آره ببین پوینت من همینه یعنی اگر اینو بدون آدم اونقدر دیگه ملچ ملوچ کردن طرف رو اعصابت نیست چون میفهم این داره به روش خودش نه. داره به روش خودش داره معدب می معدبه. یا مثلا اگر من پاشم بر... برم توی یه دونه رستوران چاینیز ملچ ملوچ نکنم شاید یارو اصلا بهش بر بخوره اون جا. اونر اون رستوران میدونی یا من نباید برم اونجا یا اگه رفتم یه جایی قبول کنم اختلافه به ملچ ملوچ کردن اونجا من آقا من سال برزم نفشت. ما توی دوران لیسانس توی استرالیا یه تور بود که مثلا یه چیز کامپیوتر بود و اینا ما میرفتیم مثلا یه سری باید کود و اینا میزدیم و, و اونجا خب غذا اینا میتونستن بیارن غذا بخورن یه دوستی بود که آسیایی بود و این گلو میزد یعنی وسط لب با <applause> <applause> همه ساکت یه یه چیزی اون به بل... که من آخر دیگه قاطی کردم بهش گفتم خواهش میکنم ازت آره به ذره تندتر گفتم واقعا بس کنیم با دیگر زدن حالا ادامه نده بادی گلو که خوبه راحت میکنم خودشیم ما داشتیم که بچه ها با یه نفر هم آفیسی بودن و خلاصه بله سوالی بردی پرسیدن که ارزش داری یه نفر خانوادهش رو بذاره بیاد اونجا درس به زندگی جدید بسازه همه چی از صفر و به دور از خانواده چجوری میگذره که تلویه شد دیگه که این بستگی سخت... داره به هر کسی آره با. با. نمیشه سختیش جنرانه. که سخته ولی به هدفت دیگه دقیقه چقدر دقیقه. انگیزه داری چقدر برای اون هدف صفت و دقیقا و اصلا باید آخرش آدم اینو بدونه که وقتی مهاجرت میکنه یک سر چیزایی به دست میاره یک سری چیزایی از دست میده ولی این فقط خود آدمه که میتونه بشینه بگی آقا چیزایی که به دست میارم ارزشش بیشتر از چیزایی که به دست میدم یا نیست از دست میدم گفتم به دست بره. میدم بره. 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 آره از دست میدم یا نه یا نه تاثیر تحصیل تحصیلی و معدل چقدر خیلی زیاد خیلی. ببین آلا. توی این فاکتورایی که مثلا من داشتم میگفتم مثلا دانشگاهی که شما ازش فارغ التحصیل شدی معدلتون مقاله اسای داری یا نداری نمره تافل نمره جیاری اینا از همه مهمترش اینه که از کدوم دانشگاه اومدی بیرون متاسفانه من اینو میگم متاسفانه اینجوری چون به هر حال افرادی هستن که شاید حالا به دلیلی در دوران مثلا برای شخص خودم میگم تو به دلایلی توی دوران دبیرستان مثل من سر به هوا بودن <تصفح> سر به هوا نبودم من بیشتر رفتم دنبال والیبال بازی کردن و اینجور چیزات و توی دبیرستان نتونستم اون استعداد ها خود واقع خود واقعی نشون بده بعد توی دانشگاه خب رفتم دانشگاه معمولی اونجا خب ولی خب خیلی خوب کار کردم شانس آوردم که انقدر خوب کار کردم که اون یکی کاور شده و ولی اگر اونقدر خوب کار نمی کردم شاید هیچ وقت جایی که الان بودم نمی خب نمیشه آدم واقعا فقط بر اساس اسم بخواد چیز ولی این اسم برای استاد اینجا خیلی اسم دانشگاه موثر هست متاسفانه هم خودتون گفت آره دیگه, دیگه, دیگه. چهار تا دانشجو خوب مثلا از اونجا گرفته دیگه, دیگه. ریسک نمیخواد بکنه آره. سن خوب اقدام به مهاجرت تحصیلی به نظر من آه... هر چقدر زودتر بعد از لیسانس آره لیسانس به آره. فوق لیسانس آره به نظرم بهترین حالتش اینه که هرشی زودتر خب هر چی سنتون پایین تر باشه اون در واقع مراحلت اون مدت زمانی که طول میکشه که آداپته بشی به این حالا فرهنگ جدید و این جای جدید خیلی آسان تره دیگه چون آدما توی سنای پایین تر خیلی چیزها رو یاد میگیرن شاید زبانتون حالا اگر خیلی عالی نباشه در همون حد آیلتس و تافل و اینا باشه بیاین اینجا خیلی راحتتر زبانی زبان یاد میگیریم و راحتتر میتونید ولی خب مشکل هزینه هم هست که گفتن که برای هزینه لیسانس نمیتونی فاند بگیری برای لیسانس میتونی بعد تو بیان اسم میکنم که افرادی که تو ایران دبیرستان میرن خیلی از نظر علمی از بچههایی که اینجا دبیرستان میرن بهتره. ما روز همین صحبت رو داشتیم با کارم کی اینجا دبیرستان میرفته؟ بچا من رفتم من دوم دبیرستان اومدم اینجا. خب شما یه یه سالی اونجا بودی دیگه. آره. دیگه نکشی. <مع> <عرفت> زدی. <applause> نه ولی ما اینجا ایران اصلا دبیرستان سوم راهنمایی اومدی؟ سوم ایران هم نخوندم. هیچ جا سوم اومدم <applause> <applause> آخه اینو من در واقع بر اساس اکسپرینس آره که توی تی ای داشتم دارم میگم یعنی بله بله مثلا ما به عنوان دانشوی فوق لیسانس فیزیک همه دانشگاه دانشجوهایی که فیزیک لیسانس میگرفتن سال اولی ما مثلا تی ای بودیم بعد ما میمدیم با اینا کار کردن به هر حال برای ما خیلی چیزا مطرح یعنی واضح بود دیگه بدیهی طرف بود. آره بدیهی بود اومده بود مثلا توی چیز نشسته بود یه نفر نبودن تعداد زیادی بودن افرادی که اومده بودن توی کلاس نشسته بود مثلا بهش میگفتم آقا دو به اضافه چهار تقسیم بر چهار چهار رو با چهار میزد مثلا بعد میشه دو مثلا یعنی خوبیه و و ملی همون زمان بچه هایی رو داشتیم که ایران دبیرستانشون گرفته بودن ایرانی بودن و اومده بودن حالا مهاجرت کردن با خانواده اونجا لیسانسشون شروع کردن واقعا شارپ بودن یعنی از لحاظ درسی حالا آره دو اصلا خیلی م... لولش فرق میکرد اه... ولی از اون طرفم بچههایی که اینجا مثلا دبیرستان رفتن حالا مدرسه رفتن, رفتن توی اه... بودهای دیگه از زندگیشون که ما هیچ وقت توی ایران مثلا زیاد اه... روش فوکس نشد اینجا خیلی چند بودی ترن بچه ها. ما فقط خیلی گفتن شد درس... جای بحث فکر کنم. <تصفح> داره اشاره کن نه خودت همیشه میگی <تصفح> که چی اونجوری هم بودای دیگه خیلی چیز نیستن آره به مثلا من اینجا میبینم خیلی ها حتما یکی دو تا موسیقی رو بلدن اگر که آسیایی باشن آه... خودر... واقعا سفید پوست هم همینطوری هم اینطوری دیدی م. یعنی من ندیدم من شوان. نمیتونم بگم خیلی از سفید پوست ولی چون که اون کلاس که ما بودیم معمولا آسیایی زیاد بود ج... آره. <laughs> شاید من نه حالا خیلی جالب بود ما یه سوالی معلم ها پرسید همون روزای اول کلاس ها و پرسید که چند نفر مثلا ساز میزنه آسیایی آسیایی همشون یکی دوتا ساز و راحت میزدن آره. و برای من خیلی جالب بود که یه همچین حالا افورتی میذارن روی این بچه ها و این بچه ها حالا نمیدونم به زور یا با حالا با عشق و علاقه است ولی همشون یکی دوتا ساز و بلد بودن مخصوصا پیانو ویالون راحت اینا همشون بلد بودن که بزنن یا مثلا کار کردن آره کار کردن توی ایران مثلا آری میره رستوران ولی اینجا اصلا میفرسن طرفو که بره تو جامعه آره اون خیلی مهمه سوال بعدی رو من بگو نه 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 بگو باش کجا میتونن از شما مشاوره بگیرن مهیتون روی پیج اینستاگرام من که لینکشو شیر میکنی لینکشو شیر میکنی میخوای بگی اسمشو اسمش هست اپلای پل نتورک و این یه اسمیه که متاسفانه معالی خوش وقت بزرگ طولانی تر از این نمیتونستی میتونستی دست انتخاب کنید جالب بود علتش حالا <applause> جالبه این اپلای پل من چهار سال پیش در واقع شروعش کردم روی فیسبوک بعد یه اپلای پلی بود که فاصل نتورک بعد اومدم روی اینستاگرام اپلای پل بذارم که مثل پیپله در واقع بعد گرفته شده بوده بعد گرفته شده بود یه نفر با 49 تا فالوور مثلا بعد دیگه من نرفتم دنبالش که بخونم فخر فروختی الان فالوور زیاده آخه الان زیاد نه من موقع یه دونه هم نداشتم موقع خب نه موقع مثلا 49 تا یعنی منظورم اینه که اونقدرم قوی کار نکرده بود که آدم بگه خب حالا ایرانی بودن؟ فکر کنم نمیدونم حالا بچه ها میرن فالوش میکنن آقا هر کسی هستی که اپلای پل اگر شما داریش بیا حال کن چیز کم اون <applause> <تصفح> پایمال هندی ها هم هست نمیدونم <تصفح> <تصفح> پرشم هنده دیگه پرشم هنده حالا بابا هن... <تصفح> آره اینو بگیم بعد فالو آره ولی توی اپلای پل نتورک میتونن اینستاگرام منو فالو بکنن من سعیم اینه که تا میشه ج... یعنی همیشه سعیم این بوده که جواب دایرکت ها رو بدم و تا حالا دادم مرد شما مرد واقعی تویی رشته رشته روانشناسی رو میدونید فوق لیسانس یا دکترا پورس میشه گره من اینو همین قبل پیش پات شما که بیام <تصفح> سرچ کردم چون خیلی از من در مورد روانشناسی رو میپرسن برای اولین بار سرچ کردم و دیدم بله فاند میکنه توی یو بی سی و من میدونم و اینترنشنال هم فاند میکنه یعنی شدنیه, فقط شدنیه باید بیشتر بایا... تحقیق کنن خودشون آره باید ببینن که چه شرایطی میخوان WES مخفف World Education Service هستش که یک مؤسسه توی کانادا که این کارش معادل سازی مدرک یعنی شما از هر جای دنیایی که, که درس خونده باشین مدرک گرفته باشین میفرستین واسه اینا اگر لازم باشه اینا معادل سازی میکنن که این مثلا این مدرک معادل کارشناسی کارشناسی ارشد یا مثلا یه دیپلمای یا پی هر چیزی هستش توی کانادا درست بعد کسی که تو مدرسه تیسوشان سمپا تاثیر کردم، امتیازی براشون محسوب میشه یا اصلا تاثیری نداره تو دبیرستان آره فکر کنم این از دبیرستان مستقیم اپلای کنن به دانشگاه تو لیسانس دیگه فکر کنم سال خیلی من اطلاعاتم اونقدری زیاد نیست در این زمینه که آه. بخوام کامنت بزنم ولی به هر حال بنویسن توی اون استیتمنت اف پرپسشون که مثلا یه همچین چیزی هست که این, این درصد از بچه ها تو این قبول میشن و من جزء اون درصد بودم با. آره آره این یادم بود حتی رتبه کنکورم می نوشتیم می گفتیم این از انقدر نشون بدیم مثلا چه ما نمی نوشتیم چون مال ما خیلی بعد. <applause> 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 گفتن چند مدل مهاجرت مطمئن برای کانادا در حال حاضر وجود داره که اصلا شروع کردیم با ازدواج اپیزود قبل بله تمام <applause> شد تمام بسیار. خیلی خوب شما نکته ای چیزی دیگه ای نداری بگی من که نه دیگه حالا اگر که چیزی هستش که بچه ها میخوان باز از شما پرسیدن آره من یه که... چیزی بگم جم... حالا من حدسم اینه که الان ما این اپیزودو بریم سال بیشتر پیش میاد برای کسایی که گوش میدن ما سال رو جمع میکنیم اگه حالا من بتونم جواب بدم که خودم جواب بدم اگه نه جمع میکنیم و میتونیم یه بار دیگه از مهیا دعوت کنیم که افتخار بدن جان شما خود با... <laughs> <pineapple> نه واقعا خودت خب این, این م... 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 مسیر رو رفتی و میدونی خیلیش میتونی جواب بدی آره, آره م... مسیر هستن... و مسیری که خودم رفتم و میتونم ولی خب تو بیشتر من در خدمت شما هستم آره همینجور میگیم که جمع میکنیم سالا تو اگه نیاز باشه یه دار دیگه از شما دعوت میکنیم من در خدمت شما هستم میگیریم ازتون به ما وقت من در خدمت شما هستم باعث افتخار منه که در این پادکست اولین بار تو زندگیم پادکست دارم دیگه شما با تلویزیون شروع کرد <تصفح> <تصفح> ما حالا به تمام کسایی که مهمون ما میشن میگیم که در خودکست برو شما باز هر موقع هر موضوعی بود که میخواستید هم صحبت بکنید اینجا بر فقط به ما یه زنگ بزنید ما میتونیم که در اختیار شما بذاریم اگر که سوالی چیز دیگه ای ندارین میتونیم که بریم و کد شلوار رو برام بگیرن خیر شد. شد خیلی خب ما اینو بگم که توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام توی تلگرام، تویتر، فیسبوک اینستاگرام یوتیوب توی ولی تمام اگ... فضای مجازی هم اسم شما اپلای پل نتورکه <تصفح> شما رو هم میتونن دنبال بکنن و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام برام خودکست تاکس که میتونین اونجا ما وایس ها مسیجا پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدید دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 哦，哈生了，生<聰>了<明>，今年哈生了，今年我给生的少。